مهر زیاری که شهروند تونسی فرانسوی است، یک متهم به ارتکاب قتل سیاسی است که خبر دستگیری او روز 30 خرداد در رسانه‌های اروپایی از جمله هلند، فرانسه و اسپانیا منتشر شد. مهر زیاری پس از شلیک به یک سیاستمدار اسپانیایی در مادرید، در اروپا قصد عملیات دیگر را داشت که از سوی پلیس دستگیر شد. در میان افرادی که در فهرست سوء قصد و ارتکاب به قتل بودند، 2 شهروند ایرانی قرار دارند: سیامک تدیون و شاهین لو. از مدت ها قبل، تقریبا از 1 سال قبل، به خاطر تهدیدهایی که میشد حالا چه آنلاین و چه فیزیکی و غیره، من یک سری ریپورتر دریافت کردم که باید میرفتم تحت حفاظت پلیس و تحت حفاظت بودم. منتها از بودن 2 ماه قبل یک داستانی چون شده بود که خیلی جدی دنبال این بودن که من رو ترور کنن، و قبلا هم به این پیام داده بودن که مثلا فلانی و فلانی که تو هلند و توی فرانسه ما مردن، و اینجور هم نمیگفتن که مثلا خودمون کشتیم، اون سرنوشت در انتظارت و اینا. و 1 ماه قبل، تقریبا 35 روز قبل، یک بار سعی کردن که وارد خونه بشن و من ریکوردشون کردم و شروع کردیم به این که ببینیم میشون بگیریمشون یا نه، که متاسفانه پلیس نمیتونست دستگیرشون کنه. و در روز 6 جون مجددن اومدن و من 35 روز رو تقریبا میشه گفتش به خودم رو تومه کردم. در حقیقت بیدار بودم تمام شبها رو تا خود صبح، دوربینا رو چک میکردم و آماده بودم برای که اینا برگردن، که برگشتن و بلا فاصله با آلارمی که دادن و منتظر بودن دستگیر شدن. شخص که دستگیر شده اسم مظنون یک چند تا قتل هستش. یک قتلش اقدام به ترور معاون پارلمان اروپا، معاون قبلی پارلمان اروپا هستش که در مادرید به شلیک کرده، که خوشبختانه ایشون هم فوت نکردن تا جایی که توی روزنامه، چون منم تا روز چهارشنبه که اینا مطالب رو توی روزنامه لوموند و غیره منتشر کردن نمیدونستم اصلا این شخص کیه. بعد فهمیدم که متهم تحت تعقیب اینترپل، 2 ساله پلیس بین‌المللی دنبالشه و به این صورت بود که دستگیر شدن. دیگر شهروند ایرانی که در این فهرست قرار داشت شاهین لو است. او هم در فهرست مراقبت ویژه پلیس قرار داشت و میگوید از حمله 6 جوان یا 17 خرداد به سیامک تدیون با خبر شد. واقعی از 6 جون 2 نفر به خونه سیامک حمله میکنن مسلح، که حالا یه جورایی پلیس هم آمادگیشو داشته، چون که 35 روز یعنی 15 روز قبل از 6 جون باز حمله کرده بودن به خونهش، ولی خب ناموفق بودن. بعد دوباره 6 جون حمله کردن، پلیس اجرایی آماده باش بود که ریختن گرفتنشون، و بعد دیگه از همون موقع آلارم اومد که رفتیم توی سیف هاستیه. پرونده در حال حاضر در حال بررسی است، ولی این دو هنوز از وضعیت احتمالی خود در آینده نزدیک خبر ندارند. ببین، من شاید زندگیم از قبلم تقریبا همینجوری بوده. من دقیقا اصلا جای دیگه ساکن بودم و به خاطر این اصلا قضیه عمدن اومدم داخل خونه که آدرس من ثبت شده بود، که حس می‌کردم که یک عده این آدرس رو دادن به جمهوری اسلامی، و اومدم اونجا موندم عمدن، چون بیشتر اوقات من جا به جا میشم. و شاهین هم اگر بدونید، آقای شاهین لو، ایشون هم چون مربوط هستش با من کیسش و ما با هم یکی هستیم، دقیقا ما همش الان 1 ساله که در حال جابجایی هستیم. ولی پلیس به من فعلا هیچی نگفته که من چقدر باید کجا بمونم و چجوری میشه، ولی خب امکانات حفاظتی که در اختیارمه و اینکه چجوری ازم حفاظت میکنم بسیار بسیار سفت و سخت است و معلوم نیستش که فعلا. ما ولی همچنان خب ادامه میدیم به کارمون، یک تلفن دستمون باشه کفایت. 2 نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند. یکی متهم اصلی یا همان مهرز آیاریس، یک متهم دیگر هم دستگیر شده و یک خانم ایرانی هم گویا دستگیر شده است. شرایط امنیتی که الان اصلا خوب نیستش، به خاطر اینکه اینایی که حمله کردن یه مافیای بزرگی بودن که با جمهوری اسلامی سالهاست کار میکنن، ولی این 2 نفر، یکیشون 2 سال تحت تعقیب اینترپل بوده و چند ماه قبلش هم معاون سابق پارلمان اروپا رو حمله کردن، با تیر زده بودن که اونم یکی از مخالفای جمهوری اسلامی بوده. بعد
دیگه حالا وقتی که پلیس هلند میگیره متوجه میشن که این شخص تبع تونسه، بعد و تحت تعقیب اینترپول بوده که حالا با هم الان کشورها یه جورای قاطی شده، و از یک خانم ایرانی، حالا این چیزی که تو پرونده هی داره مشخص میشه، یه خانم ایرانی هم گرفتن که به اینا پول میداده انگاری. این دو هنوز از وضعیت حقوقی پرونده و شکایت احتمالی در این مورد از متهم اطلاع دقیقی ندارند. موارد دیگری هم در مورد این پرونده در حال بررسی است که تا قطعی شدن آن در رسانه‌ها منتشر نخواهد شد. بخش فارسی صدای آمریکا از پلیس اینترپل و همچنین پلیس هلند درخواست تایید و جزئیات کرده که در صورت ارائه این گزارش به روز خواهد شد. کامبیز توانا، صدای آمریکا.